همراه هستیم با آقای ستار رحمانی، فعال کارگری از لندن. خوش آمدید آقای رحمانی. در این بیانیه که صادر شده تاکید زیادی شده بر اتحاد معلمان و کارگران. این اتحاد در این برهه زمانی چه ثمراتی میتونه داشته باشه برای جنبش های کارگری و معلمان؟ بله، ببینید، سال هاست که اعتراضات کارگری و اعتراضات معلمان به صورت پراکنده وجود داره. مثلا در سال 1400 حدود 4000 مورد اعتراض و اعتصاب و تجمع و تحصن داشتیم، ولی چون اینا پراکنده بودن عملا این اعتراضات یا سرکوب شدن یا به صورت مقطعی محلی بعضی از خواسته ها و مطالباتشون رو گرفتن. بنابراین معلمان در درجه اول به این نتیجه رسن، علیرغم اینکه خودشون تشکل سراسری دارن، اعتراضاتشون سراسریه و با بازنشستگان کشوری متحد هستن، تصمیم گرفتن که ما برای روز اول ماه مه حداقل اعلام بکنیم که خواسته ها و مطالبات ما مطابق با خواسته ها و مطالبات بقیه اقشار مزبگیر هستش. بنابراین همین روز، روز یکشنبه، این فردا بازنشستگان تامین اجتماعی هم با معلمان همراه هستن. خب میدونید که بازنشستگان تامین اجتماعی کارگران بازنشست هستن و اعلام بقیه تشکلات و فعالین کارگری برای همبستگی در روز جهانی کار، من به نظرم اینه که بتونن تا حدودی در این روز نیروی خودشون رو به حکومت نشون بدن که اینا اگه متحد بشن شرایط کاملا فرق خواهد کرد و جمهوری اسلامی قادر نخواهد بود به این شیوهی که اکنون داره لغو و شرط میکنه و تحقیرشون میکنه، زندانشون میکنه، بتونه در این صورت این کار رو انجام بده. البته آقای رحمانی، طبق معمول هم شاهد بازداشت و دستگیری فعالان کارگری و فرهنگی هستیم با هدف جلوگیری از تجمع اعتراضی از سوی حکومت. اصولاً چرا علی‌رغم اینکه تجمع مسالمت‌آمیز در قانون اساسی جمهوری اسلامی به رسمیت شناخته شده، حکومت هیچ تجمعی را بر نمی‌تابه؟ یعنی از اول به قدرت رسیدن جمهوری اسلامی هیچ اعتراضی رو که خارج از خودش باشه بر نمی‌تابید و این چیز تازه ای نیست و سرکوب کرده. به خاطر همین در این مدت جنایت‌هایی که کرده واقعا قابل بخشش نیست. اما در این مورد مشخص، سرکوب معلمان، سرکوب بخشای دیگه کارگری، من به نظرم، ببینید، جمهوری اسلامی خوب داره بازی میکنه برای نفع خودش. مقابلنامه های 87 و 98 که از طرف سازمان جهانی کار آیلو جمهوری اسلامی متعهد شده و حتی در قانون اساسی جمهوری اسلامی هم حق داشتن تشکل و اعتراض آزاده، این بر علیه قوانین خودش و تعهدات بین‌المللی خودش، کماکان این راه را در حقیقت تنها راهی دونسته که بتونه بر اون چی که هدفش هست، یعنی تعدیل نیروی کار رو بکنه بر اساس فرمولی که صندوق IMF، صندوق بین‌المللی پول براشون کرده، نیروی کار رو ارزون نگه داره، ارز کشوری رو ارزون نگه داره، خصوصی سازی و در حقیقت دی‌رگولیشن یا مقررات زدایی رو این انجام بده و انجام داده. بنابراین راهی به غیر از سرکوب نمیبینه. یعنی اینها در واقع جنبش کارگری، معلمان، بقیه بخشا مانعی هستند برای اینکه جمهوری اسلامی این هدفهایی رو که در جلوی برنامهش گذاشته را در حقیقت از بین ببره. به همین دلیل سرکوب میکنه و سرکوب خواهد کرد. سپاسگزارم ستار رحمانی، فعال کارگری از لندن، همراه ما.